باز شد دیدگان من از خواب، به به از آفتاب عالمتاب. از افق صبح تم سپیده دمید، آسمان همچون نقره گشت سپید. این پدرش مغنیه، صبح ساعت 6 میره، شبم که ساعت 7 غروب میاد. این بچه‌هاشون که 2 ساله کچلی گرفتن، صبح تا شبم که بچه‌هاشون تو ویلون سلونن. کسی نیزد اینا پرستاری کنه. مادرشون میره کارخونه شیشه، روز 25 غروب میگیره. روزا اینا هیچ پرستاری ندارن. فقط مادر مادر هستیم که یه وقت از اینجا نرن، یه وقتی جایی بیارن. این بچه‌ام که خودتون که می‌بینید که اینطوری مریض‌حال افتاده، کسی هم نمی‌تونه بیمارستان ببره. کسی نیست، نداره، نمی‌تونه. اگه یه روز تعطیل کنن، نون نداره شب بخورن. پدرم دو تایشون روزی 9 تومن می‌گیرن. در حال حاضر بهای کالاهای اساسی نسبت به 2 سال قبل بدین قرار است: گندم 320%، شکر 308%، سیمان 300%، پشم 220%، آهنالات 200%، روغن نباتی 200%، الیاف مصنوعی 220%، پوست و چرم 200%، مواد پلاستیکی تا 400%. بله قربان، سکنا نداریم، زندگی نداریم. همینجوری وقتی سکنا نداشتیم انگار هیچی نداریم. Well, let me put it to you that Mr. Callahan doesn't work in an office like yours. How do you respond to that? Mr. Callahan is the Prime Minister. I'm the King of Kings of a country which has 2,500 years of monarchy. روز چند تا از این پاکت ها باز میکنید؟ ما روز 500. دونه چقدر میگیرید؟ خانم شما ایرانی هستین؟ بله. در اروپا چی کار میکنین؟ من هر سال برای خرید به اروپا میام. بهترین کاری که میکنم اول از بانک اعتبارات ایران تراولر چک میخرم. 40 سال زحمت میکشیم، هیچی نداریم. الان بی سر و سامون و بی زندگی و تو خرابه داریم زندگی میکنیم. این وضع ماست دیگه. امسال پاییز در زیباترین فصل سال، آقایان شیکترین کفش را خواهند پوشید. همین امروز ما رفتیم در یکی از این خونه هایی که واقعا رقت انگیز بود. در یک اتاق لااقل 10 تا 15 تا بچه از اون اتاق می اومدن بیرون بدون اینکه وسایل اولیه زندگی رو حتی اینها داشته باشن. و حتی ما پرسیدیم که اینها چطوری خودشون رو گرم میکنن، گفتن که اغلب سگ ها رو بغل میکنن که از گرمای حرارت بدن سگ استفاده بکنن. والا اینا خون فروشن، یعنی از روی استیصال و بدبختی خون خودشونو میفروشن. یه ساندویچ بهشون میدن 15-20 تومن هم گیرشون میاد، 5 تومنشون میدن به دلال خون، با بقیهش هم 10-12 روز سر میدن تا خونشون دوباره جا بیفته برن از نو بفروشن. قصر یخ، تنها مرکز تفریحی و ورزشی برای تمام اعضای خانواده شما. بقایای سلطنت گریخته از وطن که این روزها و در سایه جنایتها و خیانتهای دار و دسته خمینی و آخوندهای همراهش دوباره مدعی تاج و تخت سلطنت موروثی و برقراری مجدد ارتجاع سلطنتی شدند، با نمایش صحنه‌های دستچین شده از تلویزیون دوره شاه آنچنان تبلیغ می‌کنند که گویا زمان شاه ایران مملکتی بوده آکنده از گل و بلبل که مردم در آن همه به عیش و نوش مشغول بودند و یک عده که عوامل به قول خودشان ارتجاع سرخ و سیاه بودند آمده و بهشت شاه ساخته را
به جهنم کنونی تبدیل کردند. This is the very familiar what we call unholy alliance between the black and the red. That is the communists and the very reactionary people or strata. We always see it. Because they are both against the progress and the happiness of this country for their own purposes. بقایای سلطنت آنچنان تبلیغ می کنند که گویا اصلا نه انقلابی اتفاق افتاده و نه 30 و چند میلیون ایرانی یک پارچه به خیابان ها آمده و پس از 7 سال مبارزه خونین و پر درد و فراق مسلحانه و شهادت ها و شکنجه ها و پس از 1.5 سال تظاهرات مستمر و هر روز کشته دادن و هر روز زندان و درگیری و اعتصاب و زد و خوردهای خیابانی موفق به اخراج شاه دیکتاتور از ایران شدند. احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد. شابا فرهش در رفت، شابا فرهش در رفت، کولای بدون شاه، شابا فرهش در رفت. بقایای سلطنت جاهلانه این گونه تبلیغ می کنند که اساساً چیزی به اسم انقلاب نبوده و هرچه شد توطئه مجاهدین یا به قول آنها مارکسیست های اسلامی و یک عده کمونیست و غیره بوده. Would your majesty say that there is still opposition to you, be it religious opposition, be it communistic opposition? Communistic very much, every day more. And a very, very funny thing developing now is what the Marxist organization, which has a label of Marx, Islamic Marxists. This is something quite new. بقایای سلطنت حتی اعتراف شاه به تمامی فساد سیاسی و مالی و دیکتاتوری در دوران سلطنتش را هم آنچنان ندیده میگیرند که گویا اصلاً چنین اعترافی وجود نداشته. شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد و متعهد میشوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده. Could I refer to an article that describes an instrument of torture which is said to be used by Savak, and they say that it's an iron frame that's electrically heated like a toaster, and prisoners would be strapped to the table while it was heated until it became red hot. Do you have any comment to make on that? I mean, it's a terrifying allegation. Is it really something that you will ask in a television interview from a responsible man like me? Yes, I think you're precisely the person I should ask about. It's so rubbish that I'm not even going to bother to answer to you. Uh-huh. You don't believe it then? But you are really exaggerating. This is not serious, this kind of interview. I'm not going to answer to you anymore. Fine, well, perhaps we could go on to something else. No, I'm finished. But it's not just terrorists, it's people who politically disagree with you who go to prison in this country. First of all, there are not more than 3,300 political prisoners. And political prisoners, it happens to be that all of them are Marxists. اما واقعیت چیست؟ و نسلی که آن روزها را ندیده چگونه باید از حقیقت ماجرا سر در بیاورد؟ این برنامه کوتاه تلاشی است برای پرداختن به همین مسئله. شاه اساساً با تکیه بر ساواک و سرکوب مردم به قدرت تکیه داشت و خودش هم در آخرین پیامی که در تهران و زیر فشار انقلاب مردم منتشر کرد به فساد و دیکتاتوری و جنایت در حکومت خودش اعتراف کرد و گفت که صدای انقلاب مردم ایران رو شنیده. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم. شاه پیوسته در جنگ و گریز با مردم و جنبش‌های اجتماعی مردم ایران بود و پیوسته آماده فرار از ایران بود. 5 بار در طول
37 سال این آماده گریز می‌دازیدم. به اعتراف اردشیر زاهدی، سفیر مورد اعتماد و خیشاوند نزدیک شاه، شاه پیوسته پاسپورت آمریکاییش با اسم دیوید نیوسام در جیبش بود. من با آنکه 25 سال تمام در کنار پادشاه بودم، تا آن لحظه اطلاع نداشتم که اسم آمریکای اعلی حضرت و نام ایشان در گذرنامه آمریکاییشان دیوید نیوسام است. اما اونچه که نسل امروز شاید ندونه اینه که تهدید سقوط و سرنگونی اون دیکتاتوری رو حتی کارشناس‌های رژیم هم به اطلاع شاه رسونده بودند، اما شاه بنا به سرشت دیکتاتور معابانش رهنمودهای کارشناس‌های خودش رو هم نپذیرفت و تا قعر دره سرنگونی رفت. نگاهی به انبوه گزارش‌هایی که وقوع انقلاب را به علت دیکتاتوری، سرکوب و گرانی به شاه هشدار دادند، واقعیت را روشن‌تر می‌کند. برخی از گزارش‌های هشدار به شاه عبارتند از گزارشی که دو جامعه شناس، مجید تهرانیان و علی اسدی در اوایل دهه 50 در پژوهش مفصلی به سفارش رضا قطبی از نزدیکان شاه و رئیس صدا و سیمای شاه تهیه کرده بودند. جنبندی همایش جامعه شناسان وابسته به دیکتاتوری سلطنتی در شیراز در سال 1354 که در سال 1356 یعنی قبل از سقوط سلطنت در یک کتاب به اسم همایش شیراز طرح آینده نگری منتشر شد. گزارش پژوهشگر دیگری به اسم هرمز مهرداد که با حمایت صدا و سیمای شاه در همان سالها تهیه شده بود. پژوهش منتشر شده توسط انستیتوی مطالعات اجتماعی که مشابه گزارش هرمز مهرداد بود و تأکید داشت که 90% دانشجویان دستگاه سیاسی شاه را فاسد می دانند. گزارش تهیه شده در دانشگاه ملی که در همایش 1354 شیراز ارائه شد و نتایج مشابهی را تایید می کرد. پژوهش تنظیم شده توسط محمد باقر نجفی که در همایش شیراز مطرح شد و بر گسترش ضدیت مردم با شاه تأکید کرده بود. مجموعه این پژوهش‌های مستند علمی و آماری تأکید می‌کردند که جامعه ایران به ویژه جوانان به شدت و با سرعت در حال حرکت به سوی تغییر عمیق اجتماعی و انقلاب در ایران هستند. اما اونچه که اون انقلاب و سرنگونی دیکتاتوری شاه را تسریع کرد اقدامات اقتصادی جنون‌آمیز شاه بود که خطرات اون هم توسط کارشناس‌های خودش بهش گوشزد شده بود. اما دیکتاتور البته که گوش شنوایی نداشت. نگاهی به اسناد کنفرانس رامسر در سال 1353 و هشداری که برجسته‌ترین اقتصاددانان سازمان برنامه و بودجه به شاه دادند و اون همچنان نشنیده گرفت به درک این مطلب بیشتر کمک می‌کنه. گزارش‌ها نشون می‌دادند که انقلابی بزرگ در راهه که دیکتاتوری سلطنتی رو نابود خواهد کرد. کودتای سال 32، اصلاحات ارضی خائنانه و اوجگیری اقتصاد نفتی سیاست، اقتصاد و جامعه ایران رو دستخوش تحولی بزرگ کرد. بیش از نیمی از جمعیت ایران که ساکن روستا بودند، پس از اصلاحات ارضی ساختگی شاه، آواری حاشیه شهرها شدند. ده ها شهرک اقماری با اسامی مختلفی همچون زورآباد، مفتآباد، حلبی‌آباد، یافت‌آباد، حسیرآباد، شلنگ‌آباد و مانند آن در حاشیه یا حتی داخل تهران و برخی کلان شهرهای دیگر به وجود آمد. در حالی که فراتر از همین شهرک‌ها گودنشین‌ها و آلونک‌نشین‌های هم بودند که حسرت زندگی در همان زورآبادها را داشتند. در سال 1355 حلبی‌آباد حدود 60,000 نفر جمعیت داشت و مجموع ساکنان محلات فقیرنشین نزدیک به 1,000,000 نفر شده بود. تا اواسط دهه 50 تهران دارای دست کم 50 محله فقیرنشین و حاشیه نشین شده بود
در حالی که وضعیت اقشار متوسط شهری هم که در وسط تهران بودند تعریفی نداشت، چیزی که بقایای سلطنت مطلقاً به آن اشاره نمی کنند. شاه یک راه رشد اقتصادی وابسته و به شدت طبقاتی رو در یک دیکتاتوری به شدت بسته و سرکوبگر در پیش گرفت و مملکت رو آروم آروم به سوی انقلاب سوق می داد. یعنی شما اگه به کودتا و اصلاً به سابقه پدرش و جنایاتی که در حق انقلاب مشروطه کرد همکاری نداشته باشید، اما سیاست‌های غلط خود شاه کافی بود که مردم رو به انقلاب بکشونه. مخصوصاً سیاست‌های اقتصادی غلط شاه، گوش نکردن به گزارش‌ها و هشدارهای کارشناس‌های خودش که باعث افزایش سرسام‌آور تورم و گرونی شده بود. در همان سال‌های دهه 50، روزنامه‌های اطلاعات و کیهان هر روز گزارش‌هایی از درگیری‌های خشونت‌آمیز میان مأموران با تجار و حتی کسبه خردپا منتشر می‌کردند. خبر تعطیلی مغازه‌ها، مجازات قصاب‌ها و نانواها با 40 ضرب شلاق در ملأ عام، جریمه تجارتخانه‌ها، تبعید تولیدکنندگان و تجار به روستاهای دوردست و از بین بردن کالای مغازه‌ها به جرم احتکار، به عادی‌ترین خبرهای روزنامه‌های آن روزها تبدیل شده بود. تورم کمر مردم را شکسته و دولت را در آستانه بحران قرار داده بود. بقایای سلطنت مطلقاً به این واقعیت‌ها که در تمامی روزنامه‌های اون سال‌ها ثبت شده اشاره نمی‌کنند، چه رسه به این که بخوان اعتراف بکنن پدر تاجدارشون نونواهای زحمتکش رو به جرم گرونفروشی 40 ضرب شلاق می زدند. درست مثل الان آخوندها. هشدار اقتصاددانها به شاهی که گوشی برای شنیدن نداشت. در اواخر دهه 40، مجاهد قهرمان محمود عسکری‌زاده در کتاب اقتصاد به زبان ساده شدت فشار تورم و گرانی بر گرده مردم، به ویژه کارگران و توده‌های تهی‌دست را با عدد و رقم نشان داده بود. عسکری‌زاده توضیح می‌دهد همان دولت ثروتمند شاه سالانه حدود 600 میلیون تومان از مردم فقط مالیات بیمه می‌گیرد، ولی همان دولت هنگام افزایش بودجه آنگونه که کیهان اسفند 49 نقل کرده تأکید می کند که به دستمزد اقشار کوچک شهری اضافه نخواهد شد تا تورم بیشتر نشود. اما فراتر از مجاهدین خلق، کارشناسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی شاه هم بحران رو تشخیص داده بودند و آژیرهای خطر رو، یعنی آژیر انقلاب، به صدا درآورده بودند. غلامرضا مقدم معاون رئیس بانک مرکزی در سالهای 1338 تا 1341 و از مقامات با سابقه در اقتصاد که در سال 1347 معاون ارشد سازمان برنامه شد، همراه با اقتصاددانان سازمان برنامه شاه از سال 1347 به بعد مکرراً از سیاست‌های تورمزا و بودجه شاه انتقاد می‌کردند. یک گروه از اقتصاددانان به سرپرستی دکتر بهمن آبادیان، معاون وقت سازمان برنامه، و همکارش کنستانتین الکساندر مجلومیان از هموطنان ارمنی که اقتصاددان برجسته‌ای بود، گزارشی را تهیه کرده بودند که نشان می‌داد شرایط اقتصادی ایران به سرعت رو به زوال پیش می‌رود. اون گزارش ضمن همه انتقاداتی که به بودجه نویسی شاه و نخست وزیرش که در واقع گماشتش بود، از افزایش نامعقول بودجه نظامی شاه هم اشکال گرفته بود. شرایط اقتصادی و سیاسی آن دوران رو به وخامت بود و شاه پشت سر سمیعی و تیم اقتصادی او خودش را پنهان کرده بود. اما اشکالات همچنان ادامه یافت و مخالفت‌های دهه 40 جای خود را به درگیری‌های قهرآمیز شهری با مجاهدین
و فدایی ها داده بود. شرایط اقتصادی متزلزل بود. نرخ تورم بالا بود و همچنان افزایش می‌یافت. غلامرضا مقدم در مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی ایران توصیف جالبی از شرایط آن دوران ارائه می‌دهد. اواخر سال 1350 که بودجه سال آینده کل کشور تهیه می‌شد، یک گزارش مقدماتی از دورنمای وضع اقتصادی، مالی و اجتماعی کشور در برنامه پنجم عمرانی کشور توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شد. در آن گزارش پیش بینی شده بود که اگر روندها و نابرابری‌ها و عدم تعادل‌های چند سال گذشته ادامه پیدا کند، در چند سال دیگر مسلماً یک انفجار اجتماعی و سیاسی در ایران به وجود خواهد آمد. هویدا از آن گزارش خوشش نیامد. در جلسه شورای اقتصاد در کاخ نیاوران گزارش را خواندند. شاه عصبانی شد و گفت: اینها چیست می‌خوانی؟ اصلا کی به شما گفته این چیزها را بنویسید؟ و جلسه را تمام کرد و رفت. شاه به نکات اصلی گزارش توجه نمی کرد. همش صحبت از کمبود مالی کرد که حل می شود. در صورتی که ما یک چیزهای دیگری می گفتیم. ما از عدم تعادل در وضع اقتصادی و اجتماعی مملکت می گفتیم. اما شاه گوش نمی کرد. غلامرضا مقدم درباره محتوای برنامه ریزی شاه هم نکات مهمی گفته، از جمله این که شاه اولویت‌های خودش را داشت. مثلا در تهران مدارس سه شیفته با گاه 100 دانش آموز در یک کلاس بود و معلم‌ها با دستمزد ناچیز. اما متقابلاً بودجه ارتش به 10 تا 12 میلیارد دلار در سال رسیده بود. بهداشت هم همانطور بود. مسئله این بود که طبقات پایین مملکت از تمام تسهیلات درمانی محروم بودند و فقط عده محدودی طبقه متمول و مرفه به اضافه عده‌ای کارگرهای کارخانجات بزرگ یا کارمندان دستگاه‌های دولتی بودند که زیر چتر رفاهی دولت می‌آمدند، ولی بقیه مردم مملکت زیر پوشش درمانی نبودند. کنستانتین الکساندر مجلومیان، کارشناس برجسته سازمان برنامه و بودجه که به تخصص و پاکدستی شهره بود، زیر گزارش تجدید نظر برنامه پنجم که مطابق اوامر شخصی شاه تنظیم شده بود، شجاعانه نوشت: این کارها را نکنید. از این کارها بوی خون می آید و انقلاب می شود. اما اونچه که غلامرضا مقدم درباره شاه گفته، نکته‌ای فراتر از مباحث اقتصادیه. اون روی دیکتاتوری مطلقه شاه دست گذاشته که به نظر من مهمترین نکته است. تمام کارشناسان سازمان برنامه و متفکرین در اون آخرهای برنامه چهارم به این نتیجه رسیدن که برنامه ریزی اصلا تو مملکت معنی نداره. یعنی میدونین چی بود؟ واقعا ما همه به این نتیجه رسیدیم که شاه برنامه ریزی اعتقاد نداره به هیچ وجه. بار هم میگم، گفت این اقتصاد دونا و این برنامه اینا شعره. این فقط تنها دلیلی که سازمان برنامه رو نگردش بود و منحل به کلی نمی کرد این بودش که فکر می کردش که یه چیز ریسپکتبلیه داشتن یه دستگاه برنامه ریزی برای مملکت، یه چیز ریسپکتبل در انظار خارجی ها. اگه کشوری دستگاه برنامه ریزی و یه برنامه عمرانی و 5 سال اونم از این حرفا داشته باشه، برای حیثیت مملکت خوبه و در انظار خارجی ها احترامشون بیشتر میشه و فکر میکرد که این چیزی که امریکایی‌ها و اصولا دنیای غرب میپسنده و براش یه کردیده به اصطلاح. و صرفا به این دلیل سازمان برنامه و برنامه های عمرانی تالریت میکرد، ولی مطلقا اعتقاد بشته داشت. یک آدمی بود که عقید داشت 100% باعث هرچی خودش میگه بشه و خودش هم باز میدونی خیلی جالب بودا به سیستم دیکتاتوری سیستم روسیه یا سیستم حتی آلمان ناتسی یا ایتالیایی فاشیست نبود که اونجا دیکتاتور البته همه چه اون تصمیم میگرفت، ولی در چارچوب یک برنامه وقتی تصمیم میگرفت دیگه اون برنامه باید رعایت بشه و اجرا بشه و دیگه هر روز به صورت کپریس یا کپریشس عوض نمیشد. ولی شاه اونطور هم نبود دیکتاتور اون شکلی که در داخل یک کادری خودش هم موظف بکنه، مطلقا به هیچ دیسیپلینی حتی اون چیزی خودش هم تعیین کرده اعتقاد نداشت. این چیزی خیلی مشکل میکرد ادمنستریشن مالی و
بودجه مملکت در زمان شاه این بود که مطلقا نه تنها به برنامه ریزی و بودجه بندی صحیح سیستم صحیح اعتقاد نداشت، اونجا به جای خودش و اولویت های خوب و صحیح رو قبول نداشت و اولویت های غلط داشت، مثل ارتش و دفاعی زیاد از حد امفاسیس رو ارتش و دفاعی و طرح‌های نمایشی، حالا اون که به جای خودش، ولی در داخل همون اولویت‌های خودش هم حاضر نبود یعنی یک کادر انضباط و نظم مالی به وجود بیاد، برای همین کیاس بود، نتیجهش این بود که کیاس بود، اختشاش بود. این گرفتاری اساسی با شاه این بود، یعنی دو چیز بود، یکی اولویت‌هاش غلط بود که ما همیشه می‌جنگیدیم و ناراحت بودیم، البته جرأت نداشتیم اصلا در اون زمینه اولویت‌ها به هیچ وجه حرفی بزنیم که بیشتر مسئله ارتش بود، ولی در داخل اولویت‌های خودش جا هم اولویت‌هاش کپریشس بود، هفزارد بود، فلیتینگ به اصطلاح، یعنی در حال تغییر دائما و هیچ وقت یه انضباط فکری و چارچوبی قائل نبود برای خودش، این باعث بود که همیشه مملکت در خرابی بود. مثل که من یعنی شخصا واقعا از وسط های همون برنامه چهارم دوباره به این نچستم که اصلا بی‌حاصله، یعنی برنامه ریزی، یعنی فانکشنی به اسم برنامه ریزی در ایران بی‌معنیه، نمیخواد، شاه اصلا نمیخواد و با یه سیستم توتالیتریان و اتاکراسی اونطوری اصلا تطبیق نمیکنه که یه عده پروفشنال بشینه یه برنامه تنظیم کنن، البته جرح بشه، تعدیل بشه، پس بیش بشه، ولی بعد از اینکه بالاخره یه مقامی، یه مرجعی در مملکت این تصویب کرد، به عنوان یه چارچوب، یه دیسیپلین مالی و برنامه‌ای قبول بشه، البته سال یه دفعه، شش ماه یه دفعه، هر موقع ریوایز بشه، هیچ مانع نداره، برنامه دائم باز ریوایز بشه، نباید یه چیز منجمد باشه، ولی یه سیستمی، یه رویه صحیح این کار بشه، نه هپ‌هزارد. سیستمش 100% اختشاش بود، اختشاش کامل، و این شد که همه چی داغون شد دیگه. کارشناس‌های شاه بهش تاکید کرده بودند که اگه معیارهای نابرابری و عدم توازن به همین ترتیب ادامه پیدا کنه، یعنی اینکه شکاف طبقاتی به همین شکل برنامه ریزی شده ادامه پیدا بکنه، به طور حتم انفجار سیاسی اجتماعی در آینده نزدیک رخ خواهد داد و دیدیم که رخ داد. با نگاهی به این واقعیت‌ها و اسنادی که همکاران و متخصصان اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه شاه گفته و منتشر کردند و با توجه به اون بخش پنهان نگه داشته شده آرشیو رادیو تلویزیون شاه که آخوندها و بقایای شاه مثل تخم چشمشون از اون حفاظت می‌کنن تا نسل امروز اونها رو نبینه، به روشنی میشه دید که بهشتی که الان استعمار، ارتجا و بقایای شاه از اون داستان‌ها تعریف می‌کنند تا کجا دروغینه. و بار دیگه ثابت شد اون که انقلاب رو ضروری می‌کنه همون دیکتاتور حاکمه.